عزیز، چقدر خوشحالم باز یه فرصت دیگه پیش اومد که به منزل‌های شما بیام، با شما صحبت کنم در این هوای قشنگ. داشتیم راجع به آدم و هوا صحبت می‌کردیم که هوا اولین زن بود، اولین مادر بود و در باغ عدن در این طبیعت بسیار عالی زندگی می‌کردند و چه رابطه خوبی داشتند تا اینکه شیطان وارد صحنه شد. اون مار هوشیار، حیله‌گر وارد زندگی هوا شد و شروع کرد با هوا صحبت کردن و هوا رو وسوسه کرد و هوا گناه کرد. میتونست گناه نکنه، میتونست بگه دور شو از من شیطان، من با تو کاری ندارم، من حرف خدا رو گوش میکنم. ولی متاسفانه هوا گناه کرد. و یادت در برنامه گذشته داشتیم صحبت میکردیم که چطور نتیجه گناه وحشتناک بود و این هوا اولین مادر متاسفانه مادر یک قاتل شد. هیچ مادری نمیخواد که مادر یه قاتل بشه، نمیخواد بچهش که به دنیا میاد بچهش رو در آغوش بگیره بگه ای فرزند عزیز من، و بعد ببینه بعد از چندین سال این فرزند که اینقدر دوستش داره، این پسر جوان معتاد میشه یا کسی رو میکشه یا گناه خیلی وحشتناک میکنه. ولی عزیزان به شما بگم، از اون لحظه که هوا گناه کرد، گناه وارد انسان شد. ما همه گناهکار هستیم، ما همه از جلال خدا قاصر هستیم. کلام خدا میگه همه گناه کردند، به اون استانداردی که خدا میخواد ما نتونستیم برسیم. برگردیم به داستان هوا، به داستان این که مار چطور هوا رو گول زد و خدا اومد و گفتش که آدم کجا هستی؟ و آدم گفتش که ترسیدم چون صدا تو شنیدم. نتیجه گناه، ترس، وحشت، خودشون رو پنهان کردن چون ترسیدن، مخفی شدن، ترسیدن. چرا؟ چون فهمیدن حالا دیگه بدی رو میدونن. اول نمیدونستن بدی چیه، اول نمیدونستن گناه چیه، حالا فهمیدن، حالا فهمیدن گناه چیه، بدی چیه، خوبی چیه. قبلا نمیدونستن، قبلا هر چی که بود خوب بود، عالی بود، نیکو بود، ولی الان بدی رو شناختند و الان ترسیدن و از خدا پنهان شدن، چون حالا فهمیدن که عریانن، لخت هستند. قبلا میدونستم ولی خجالت نمیکشیدم، ولی حالا خیلی خجالت آور بود. بعد رابطهشون با خدا به هم خورد. وقتی گناه وارد میشه رابطه ما با خدا قطع میشه، چون خدای ما خدای عادلی هستش، خدای عالی هستش که با گناه هیچ کاری نداره ولی گناهکار رو دوست داره. ما انسانها رو دوست داره چون با دست خدا ما آفریده شدیم. خدا تک تک ما رو دوست داره، ما رو محبت میکنه، هر روز مشتاق با ما حرف بزنه. و این رابطه به هم خورد با گناهی که هوا کرد، نه اینکه اون میوه رو خورد، نه، گناهی که نااطاعتی کرد و اون گناهی بود که وارد نسل بشر شد، وارد آدم شد، آدم شریک گناهش شد. و میبینیم که وقتی گناه وارد شد ترسیدن، ترس وارد شد، خجالت وارد شد، رابطه ها به هم خورد. دیگه آدم و حوا اون رابطه شفافی که قبلا با هم داشتن دیگه نداشتن. دیگه آدم از حوا میترسید، حوا از آدم میترسید، از هم چیزهای مخفی میکردن. شاید دیگه با هم راحت نبودن، نمیتونستن یه جا با هم بشینن، همون حرفایی که قبلا میزدن با هم بزنن. رابطه هاشون به هم خورد، ناراحت بودن، آنکامفتابل بودن با هم دیگه، به قول دیگه، یعنی با هم اون راحتی قبلو نداشتن.
چقدر تأسف انگیزه که این رابطه زناشویی که بسیار عالی بود و خدا آفرید حالا به هم خورد. رابطه‌شون با خدا، هر دوشون دیگه، خدا نمیتونست هر روز بیا در باغ آدن با هوا صحبت کنه، با آدم صحبت کنه، اون مشارکت دل به دل رو داشته باشه. نمیتونستند و میبینیم که رابطه به هم خورد. این نتیجه گناهه و نتیجه گناه یکی دیگه این بود که هوا پسری زایید. هوا پسری زایید و کلام خدا میگه که در پیدایش باب 4 آیه 1 میگه و آدم زن خود هوا را بشناخت و او حامل شده قائن را زایید و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. چرا میگه مردی از یهوه حاصل نمودم؟ چون اولی مادر بود، مادری بود که متاسفانه کسی ها نداشت که به او کمک کنه. خودش اولی مادر بود، خودش زایده نشده بود، خودش بچگی ها نچیده بود، به دنیا اومده بود، توسط خدا آفریده شده بود و کسی نبود که مواظبش باشه در بارداری. تنها کسی که میتونش بهش رو بیاره خود خدا بود و خدا کمکش کرد در زایمان، در اون دردی که باید تحمل میکرد. هدف خدا این نبود. هدف خدا برای زایمان یک زایمان راحت بود برای یک زن، چون خدا لذت میبره از بچه، لذت میبره از اینکه خودش گفت بارور و کثیر بشید. از بچگان زیاد خدا من لذت میبره و این عطای خود خداست. ولی اینجا وقتی حوا قائن رو زایید، اولین پسرش، و گفتش که مردی از یهوه حاصل مودم، معنی اسم قائن همینه، و بار دیگر برادر او حابیل را زایید. و میبینیم که بعدها قائن و حابیل دعوا میکنن، به هم میجنگن، همش با هم در دعوا هستن. نتیجه گناه، رابطه های خراب، دوتا برادر با هم نمیتونن خوب زندگی میکنن. دیگه در باغ عدن نیستن، دیگه در بهشت نیستن، در بیابان، در صحرا، در جاهایی هستن که باید به عرق پیشونیشون باید کار کنن، به عرق پیشونیشون باید کار کنن و سخت کار میکنن و با هم دعوا دارن. میبینیم که حابیل گلبان بود و قائن کارکن زمین بود. قائن کشاورز بود، رو زمین کار میکرد، ولی حابیل مواظب حیوانات بود، گله دار بود، شبان بود، چوپانی میکرد. و وقت هدیه آوردن برای خداوند شد و حابیل یکی از بهترین حیوان، یکی از نخست‌زاده را آورد برای خداوند و هدیه داد و خداوند چقدر خوشنود شد از هدیه حابیل. ولی قائن چه هدیه‌ای برای خداوند آورد؟ هدیه مزرعش و محصولش رو. ولی اون اولین، اون نوبر نبود، بهترین هدیه‌ای که میتونست به خدا بده نبود، یک هدیه معمولی بود و خدا خوشحال نشد از این هدیه، خوشحال نشد و قائن عصبانی شد، گفت خداوند چرا این درست نیست که هدیه برادرم رو تو پسندیدی ولی هدیه منو تو خوش نداشتی. ولی خداوند به دل قائن نگاه کرد، به دل حابیل نگاه کرد که حابیل با تمام وجود بهترین هاش رو برای خدا آورد ولی قائن نه. و میبینیم که قائن از عصبانیت، از خشم برادرش رو میکشه، برادرش رو هلاک میکنه، میزنه او رو میکشه. و چقدر حوا ناراحت میشه. تصور کنین مادر ببینه که اول یک پسرش قاتله، دوم پسر دیگرش مرده، هلاک شده، از دست برادرش کشته شده. چقدر سخته برای یک مادر همچین چیزی رو ببینه. واقعا آیا ما میتونیم برگردیم به اون باغ عدن
وقتی به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم، به گناه نگاه میکنیم که چقدر زیاد شده در دنیا و هر روزه بیشتر میشه، هر روزه این گناه افزون میشه و میبینیم که چطور همه از همدیگه عصبانی هست، میخوان مال همدیگه رو غارت کنن، به همدیگه چشم دارن، میخوان همدیگه رو بکشن، عصبانی هستن، خشم وارد شده، حسادت، غرور، این گناه پر شده در قلبهای انسان امروزه. آیا میتونیم برگردیم به اون باغ عدن؟ بله میتونیم، میتونیم به این باغ برگردیم، به اون چیزی که خدا برای ما مهیا کرده. اول اینکه بفهمیم که گناهکار هستیم. همونطور که گفتم در کلام خدا میگه که همه گناه کردن. نگید که من قاتل نیستم، دوز نیستم، معتاد نیستم. گناه کردیم، دروغ گفتیم، از باغ عدن بیرون رانده شدیم. گناه کردیم چون از نسل آدم و حوا هستیم. گناه کردیم چون بارها عمدن گناه میکنیم، عمل گناه انجام میدیم. گناهکار هستیم چون که از اون استانداردی که خدا برای ما در نظر داره قاصر هستیم، کوتاه اومدیم، گناه کردیم. پس ما گناهکار هستیم. کلام خدا میگه کسی عادل نیست، یکی هم نی، کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. کلام خدا میگه. ولی برای ما امید هست عزیزان، برای ما شادی هست، برای ما خداوند راهی ها مهیا کرده. با طریق کارهای نیکو نیست، با کارهای خودمون نیست. ما حوا اگه میتونست برمیگشت به باغ عدن، اگه میتونست برمیگشت، ولی از همون اول که حوا گناه کرد خدا وعده ای داد. خدا گفتش که حوا، بچه تو، پسر تو، این سر مار رو خواهد کوبید. و مار، هللویا، اون صلیب رو پیش نبینی کرد خداوند، که روی صلیب عیسی مسیح اون کاری که شیطان انجام داد خرابش میکنه اون کار رو. هللویا، این گناه از بین میبره و خداوند توسط صلیب عیسی مسیح تک تک ما رو عادل میشماره. همونطور که کلام میگه به فیض او مجانن عادل شمردیم، نه با کارهای خودمون. باور کنید اگه حوا میتونست همون موقع سری فوراً از خدا معذرت میخواست برمیگشت به باغ عدن، ولی نمیشد دیگه، گناه انجام داده بود. ولی خدا همونجا کفاره رو کرد، خونش رو ریخت، اون وعده رو داد. میگه مجانا عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. پس فقط توسط عیسی مسیح ما میتونیم برگردیم به اون بهشت. میتونید با من این دعا رو بکنید، واقعا دعا کنید، با تمام قلب، با تمام وجود از خداوند بخواید که وارد زندگیتون بشه، اون صلیب عیسی مسیح برای شما معنی دار بشه، توسط صلیب شما نجات رو پیدا کنید. میتونید چشاتون رو ببندید با من، میتونید چشاتون رو باز نگه دارید، ولی با تمام قلب بگید که خداوند عیسی مسیح وارد قلبم بشو، وارد زندگیم بشو. منم گناهکارم، مثل حوا گناهکارم. هر آنچه که چشم میخواد، هر آنچه که دلم میخواد، میخوام به دست بیارم، ولی دیگه نمیخوام آنچه که من میخوام انجام بدم. میخوام اراده تو را انجام بدم ای خداوند. وارد زندگی من بشو خداوندا، من رو عوض کن، قلب من رو عوض کن، اون ریشه گناه از من بکن و توسط خون عیسی مسیح، توسط اون کاری که عیسی مسیح روی صلیب برای من انجام داد، توسط اون کار عیسی مسیح منو نجات بده و من رو برگردون به اون بهشت آسمانی. بذار شادی آرامش تو در من پر بشه.
به نام عیسی مسیح شکر گذارم. آمین. Hoşana haleluya Sarayi Hoşana haleluya Sarayi Hoşana haleluya Kahre şahe şahan Sarayi Hoşana haleluya Sarayi Hoşana haleluya Sarayi Hoşana haleluya Kahre şahe şahan İsa شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مهسا زد دشمن را، هوشیانا پادشاه عیسی. شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مهسا زد دشمن را، هوشیانا پادشاه. قوم خدا گردد پیروز و سرفراز، پرچم انجیل باشد دائم در اهتزاز، پیروزمندان خوانند سرود آسمان، همه رویم به پیشواز. شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مهسا زد دشمن را، هوشیانا پادشاه. شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مهسا زد دشمن را، هوشیانا پادشاه. Hoşana haleluya Sarayi Hoşana haleluya Sarayi Hoşana haleluya Kahre şahe şahan İsa Şahe şahan İsa Şahe şahan İsa Bazgeç koned be in dünya Ve kuvvete ruhaş Mahsaza düşman ra Hoşana padişah İsa شاه شاهان عیسی، شاه شاهان عیسی بازگشت کند به این دنیا، به قوت روحش مهسا زد دشمن را، هوشیانا پادشاه. روزی یکی بود و یکی نبود، روزی یکی بود. سلام بچه های عزیز، خوب هستین؟ امیدوارم حالتون خیلی خوبه، خوب باشه و دماغتون مثل مال من چاقه چاق. خب بچه ها، امروز یک داستان دیگه از کتاب مقدس براتون تعریف میکنم، داستان مرد بزرگی به اسم نوح، مردی که خدا اونو دوست داشت چون اون خدا پرست بود. یه روز خدا به نوح میگه که نوح عزیز، من میخوام دنیا رو با آب هلاک کنم، یعنی تمام دنیا رو آب بگیره و همه مردم چون خیلی شرارت کردن، خیلی بدی کردن، خیلی منو اذیت کردن، هیچ موقع به حرفای من گوش ندادن، من میخوام اونا رو هلاک کنم، بکشمشون چون خیلی از دستشون عصبانی شدن.
برای همین خاطر خدا ولی نوح رو دوست داشت، خانواده نوح رو دوست داشت. خدا خانواده نوح رو برکت داده بود. چرا؟ چون نوح به حرفای خدا گوش میداد. خدا خیلی نوح رو دوست داشت و همیشه با نوح حرف میزد. برای همین خاطر خدا به نوح میگه که من میخوام دنیا رو با آب پر کنم و همه میمیرن، همه موجودات زنده، همه درختان، همه حیوانات، همه حشرات، همه چیز جانداری که تو جهان وجود داره میمیره. ولی من نمیخوام تو خانوادت بمیرین، میخوام شما زنده بمونین. شما باید چیکار کنین؟ یک کشتی بسازین، یک کشتی خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، که بتونی با خانوادت و با چیزایی که من میگم از روی زمین با خودت ببری توی کشتی. و نوح چیکار میکنه؟ نوح به حرف خدا گوش میده. نوح از خدا اطاعت میکنه. شما هم بعد از مادر پدرتون اطاعت کنین بچه‌ها. مثل نوح اگه دوست دارین مرد خدا باشین. چون خدا تو کتاب مقدس گفته ما باید از بزرگترامون حرف گوش کنیم، بچه‌های خوبی باشیم مثل نوح. بله بچه‌ها، براتون بگم دیگه، نوح شروع کرد به ساختن کشتی. هر کی مردی از روستاشون اونجا رد میشد شهرشون، گفت نوح تو دیوونه شدی، که اصلا اینجا یه قطره بارون هم نمیاد، تو فکر میکنی خدا قراره سیل بیاره یا اینجا پر از آب بشه؟ دیوونه شدی؟ و همه نوح رو مسخره میکردن، به نوح میخندیدن. اما نوح به حرف خدا گوش میداد، مثل ما که همیشه به حرف مادر پدرامون گوش میدیم. و نوح شروع کرد به ساختن کشتی، از پسراش کمک گرفت، پسراش هم به اون کمک کردن و اونا ساختن و ساختن تا کشتی تموم شد. و خدا به نوح بخت داد تا کشتی رو تموم کنه. وقتی کشتی تموم شد، نوح اومد به مردمایی که روی زمین بودن به اونا گفت خدا میخواد دنیا رو پر از آب کنه، بارون میاد و دنیا پر از آب میشه، بیاین با ما، بیاین داخل کشتی. ولی اونا میخندیدن، گفتن تو دیوونه شدی، تو خل شدی. دیدین بعضیا به ما میگن تو چه اینجوری حرف میزنی؟ ولی ما میدونیم از چی حرف میزنی. آمین، خدا رو شکر برای اینکه شما سرتون رو تکون میدید، شما فرزندای خدا هستید. بله بچه ها. و بعد نوح و خانوادش وقتی که به همه گفتن، دیدن هیچکی به حرف اونا گوش نمیده. بعد خدا به نوح گفت حالا که من میخوام بارون رو ببارونم، شما باید شروع کنین به جمع کردن حیوانات. از هر حیوانی که روی زمین وجود داره یه جفت، یه جفت یعنی یک نر یک ماده، یعنی یه خانوم یه آقا، از هر حیوانی با خودتون ببرین توی کشتی و غذا برای خودتون، برای حیوانات با خودتون ببرین. بله بچه ها، نوح حرف خدا رو گوش کرد. نوح از هر حیوانی یه جفت با خودش آورد، با داخل کشتی آورد و خدا در کشتی رو از پشت نوح بست، نوح و خانوادش و تمام حیوانات تون کشتی بودن. و باران شروع کرده باریدن. همه که روی زمین بودن فکر میکردن نوح داشت دروغ میگفت، ولی وقتی بارید فهمیدن نه، نوح داشت راست رو میگفت، نوح دروغگو نبود، نوح با خدا بود. بله بچه ها، ما هم باید به صدای خدا گوش کنیم، چون خدا با ما حرف میزنه، مخصوصا با بچه ها، چون خدا بچه ها رو خیلی دوست داره. خدا گفته ملکوت آسمان مال بچه هاست، پس به حضور اون بیاین. بله بچه ها، اون خیلی شما رو دوست داره. و بالاخره انقدر بارون اومد، حدود 40 شبانه روز، روز و شب بارون می اومد، 40 روز بارون اومد اومد اومد. و وقتی همین جور بارید و دنیا پر از آب شد و همه حیوانات، همه درختان، همه انسان ها روی زمین مردن، همه توی آب خفه شدن.
و کسی نمیتونست اونا رو نجات بده چون خودشون گناه کرده بودن و به حرف خدا گوش ندادن. بله بچه ها، بالاخره خدا شروع کرد، بالاخره بارون بند اومد بعد از 40 روز و نوح، خداوند پنجره کشتی نوح رو باز کرد. خدا به نوح گفتش که یک کلاغ بفرست و نوح یک کلاغ رو از کشتی فرستاد بیرون. کلاغ رفت و دیگه برنگشت. نوح دوباره یک کبوتر رو فرستاد، یک کبوتر سفید که تو کتابای داستان خیلی زیاد دیدین، خیلی هم خوشگلن نه بچه ها؟ آره خیلی خوشگلن. برای همین خاطر اونو فرستاد و این کبوتر رفت و دست خالی برگشت. هیچی با خودش نیاورده بود که نوح بفهمه آب پایین رفته. برای همین خاطر دوباره بعد از چند روز نوح کبوتر رو فرستاد. کبوتر با یک شاخه درخت زیتون برگشت و نوح خیلی خوشحال شد. نوح میدونست که آب پایین رفته و کشتی اونا روی زمین نشسته و خدا آمد و در کشتی رو برای نوح باز کرد و به نوح گفت نوح بیا بیرون. نوح وقتی وارد خاک شد دید که چقدر قشنگه و نوح برای خدا قربانی گذروند. یک گوسفند، یک بره رو قربانی کرد و تمام حیواناتی که تو کشتی بودن اونا رو آورد بیرون. بهشون گفت که برن اونجا و زندگی دوباره ای رو شروع کنن. بر همین خاطر خدا رنگین کمون رو توی آسمون درست کرد و وعدش این بود که دیگه دنیا رو خدا به وسیله آب به این شکل هلاک نکنه، چون که میدونست خدا انسان ها از خاک هستن. ما میدونیم که از خاک به وجود اومدیم و همیشه فکرای بد، بعضی موقع شیطون ما رو گول میزنه و ما فکرای بد میکنیم، ولی خداوند دیگه گفت حیوانات و تمام گیاهان روی زمین رو دیگه به این طور هلاک نمی کنن. پس ما هم مثل نوح بیایم به حرف خدا گوش کنیم، با خدا حرف بزنیم، خدا هم با ما حرف بزنه. بچه ها خدا رو شکر بر این که شما تا این لحظه با برنامه ما بودین، نشستین و این برنامه رو تماشا کردین. ممنونم ازتون. امیدوارم تا برنامه بعدی خوشگل و زیبا و ترتمیز بیاییم. ما هم به خونه شما باز سر میزنیم. ممنونتونم. خدا نگهدار.